اعتراض دانشجویان دانشکده فنی دانشگاه تهران، تجمع اعتراضی دانشگاه صنعتی شریف تهران، تجمع دانشجویان دانشگاه ملی تهران، تجمع اعتراضی دانشجویان رشته زبانهای خارجی دانشگاه تهران، اعتراض دانشجویان دانشگاه زابل، تجمع دانشجویان دانشگاه ارومیه، تجمع اعتراضی دانشجویان خارج از کشور به همراه والدینشان در تهران، تجمع جمعی از رانندگان تاکسی در مقابل مجلس ارتجاع، تجمع اعتراضی 700 تن از مردم در بندرعباس، اعتصاب اساتید آموزشکده های استان اصفهان، اعتراض مردم در کرمانشاه به جمع‌آوری بشقاب های ماهواره‌ای و هو کردن ماموران رژیم، اعتراض جمعی از مردم اهواز و تجمع در اعتراض به کیفیت پایین خانه های مسکن مهر. دانشجویان دانشکده فنی دانشگاه تهران روز چهارشنبه 17 مهر در اعتراض به ممنوعیت حضور دانشجویانی که هفته گذشته از حضور در کلاس‌های درس محروم شده بودند برای سومین بار دست به تجمع زدند. آنها نسبت به اقدامات سرکوبگرانه حراست این دانشگاه اعتراض کردند. دانشجویان رشته‌های مختلف دانشگاه صنعتی شریف تهران روز سه‌شنبه 16 مهر ماه در اعتراض به ممانعت از برگشت دانشجویان ستاره‌دار به رغم وعده‌های داده شده در مقابل مسجد دانشگاه تجمع اعتراضی برگزار کردند. دانشجویان معترض پلاکاردهایی در دست داشتند که روی آن نوشته شده بود ما را به خانه‌مان راه نمی‌دهند و دانشجو مساوی ذلت هرگز و هرگز. دانشجویان دانشگاه ملی تهران موسوم به بهشتی روز سه‌شنبه 16 مهر ماه در میدان اصلی دانشگاه تجمع اعتراضی برگزار کردند. این دانشجویان به ممنوعیت فعالیت‌های دانشجویی اعتراض کردند و خواستار لغو هر گونه ممنوعیت فعالیت دانشجویی و ایجاد فضای باز سیاسی شدند. جمعی از دانشجویان رشته‌های زبان خارجی دانشگاه تهران روز سه‌شنبه 16 مهر ماه در اعتراض به محقق نشدن وعده‌های داده شده در مورد پرداخت وام‌های دانشجویی در مقابل ساختمان معاونت دانشجویی در داخل دانشگاه تهران دست به تجمع زدند. گروهی از دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه‌های خارج از کشور همراه با والدینشان روز سه‌شنبه 16 مهر ماه در مقابل وزارت علوم رژیم واقع در شهرک غرب در اعتراض به حذف ارز دانشجویی دست به تجمع زدند. روز سه‌شنبه 16 مهر ماه بیش از 300 تن از دانشجویان دانشگاه صنعتی ارومیه در مقابل ورودی دانشگاه تحصن کردند و خواستار برکناری رئیس مزدور این دانشگاه شدند. دانشجویان دانشگاه زابل به بی‌کفایتی مدیریت دانشگاه و نبود امکانات رفاهی اعتراض کردند. دانشجویان تهدید کردند اگر به خواسته هایشان رسیدگی نشود بار دیگر دست به اعتراض خواهند زد. شماری از رانندگان تاکسی شهر تهران و هومه روز سه‌شنبه 16 مهر در مقابل مجلس ارتجاع تجمع اعتراضی برگزار کردند. آنها در اعتراض به توقف طرح تعویض تاکسی‌های فرسوده دست به تجمع زدند. ماموران سرکوبگر حراست مجلس ارتجاع در وحشت از گسترش این حرکت اعتراضی به رانندگان حمله کردند. بیش از 700 تن از مردم بندرعباس عصر روز سه‌شنبه 16 مهر ماه در اعتراض به جدا کردن شهرستان پارسیان از این استان در مقابل استانداری رژیم در استان هرمزگان دست به تجمع زدند. تجمع کنندگان با سر دادن شعارهای علیه عزیزی استاندار مزدور رژیم در بندرعباس خشم خود را به این طرح نشان دادند. آنها از جمله شعار می‌دادند عزیزی حیا کن، هرمزگان را رها کن، مرگ بر عزیزی. تجمع کنندگان همچنین شعارهایی علیه اعضای مجلس ارتجاع سر دادند. 40 تن از اساتیدی که در آموزشکده‌های استان اصفهان تدریس می‌کنند روز دوشنبه 15 مهر ماه در بخش اداری آموزشکده مهاجر واقع در دانشگاه اصفهان تجمع کردند و از رفتن به کلاس‌های درس خودداری نمودند. آنها در اعتراض به احضار چندین باره اساتید این دانشگاه به اطلاعات آخوندی و توضیح پیرامون پخش شبنامه در این آموزشکده اعتصاب کردند.
جمعی از مردم اهواز در اعتراض به تحویل ندادن خودروهایشان و تأخیر 3 ماهه در مقابل ورودی نمایندگی ایران خودرو در این شهر دست به تجمع زدند. آنها 3 ماه پیش پول به حساب ایران خودرو واریز کردند ولی هنوز خودرویی دریافت نکردند. مردم منطقه کارمندان کرمانشاه به مأمورانی که قصد جمع‌آوری بشقاب‌های ماهواره‌ای را داشتند اعتراض کردند. آنان مأموران سرکوبگر نیروی انتظامی را که قصد ورود به خانه‌های مردم را داشتند هو و تحقیر کردند. تعدادی از ساکنان منازل 99 ساله شهر جدید در 8 گرد در اعتراض به کیفیت نامطمئن این ساخت خانه‌ها توسط مسکن مهر در مقابل بلوک‌هایشان تجمع کردند و حاضر به تحویل گرفتن این خانه‌ها نشدند. معترضان گفتند هنوز خانه‌ها را کامل دریافت نکردند ولی تأسیسات آنها خراب شده است. در حاکمیت دزد و غارتگر آخوندی یک دانش آموز 14 ساله تبریزی به خاطر فقر والدین و نداشتن کیف و کفش مدرسه دست به خودکشی زد و جان باخت. بنا به گزارش‌های دریافتی وی 3 مهر ماه خودکشی کرد.